اینجا سب عباس علی سبا پیشنهاد کده بود که حال تکمیل شدن در آخر دهنه رسته. اینی پتاک شما در تصویر میگرنین. ارتفاع از نگاه بودجوی بسیار کم هزینه بود. اندی نقطه دوستا او آخرین نقطه و بستاده قرار داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما بینندگان محترم، هموطنان گرامی، خیرین عزیز و حامیان محترم بند همسگی سنگجوی لومان. با گزارش امروزی از مو از جریان کاری بند همسگی سنگجوی لومان خوش آمدید دوستای نهایت گرامی. امروز پنجشنبه تاریخ 29 آگست 2024 میلادی برابر با 8 سنبله 1403 هجری خورشیدی گزارش داریم از جریان و پیشرفت کاری بند همبستگی سنگجوی لومان خدمت شما عزیزان و همچنان دوستای عزیز. در قسمت دوم گزارش معلومات مفصل راجع به حد عظیمی و حد اصغری مقدار آب از رودخانه سنگجوی لومان جریان داره و همچنان طول آب ساده در ارتفاع 40 متری خدمت شما تشریحات خواهیم داشت. امیدواریم که این گزارش مفید واقع شه. دوستای عزیز، امروز کاری سیخبندی در قسمت دهنه سوم سمت شمال، کاری سیخبندی جال پنجمی جریان داره و همچنان در پیشروی دیوار برشی به طرف داخل کاسه بندم در سمت شمال کاری سیخبندی جریان داره و کار انگافکاریم در طرف داخل کاسه بند در روی سنگکاری ادامه داره که آمورین در پایین از جزئیات کار خدمتشم گزارش میکنیم. و دوستای عزیز، اگر از گزارش از ما خوش مواد لطفا ویدیو را لایک کن، چینل را سبسکرایب کن و همچنان ویدیو را با دوستایی که علاقه مند ترقی و پیشرفتی وطن عزیز ما افغانستان شریک بسازین. دوستای محترم، همدیم در میدان میکسر که امروز با استفاده از فرصتی که وجود داره همه یک مقدار عوارضی بخشیم در جول میکسر پیشم در انوار آقای صادقی عوارض گرینه. اینی لبای میکسر را که میگیرنیم دوستا میدش دادک، اینی لبا را حال جوشکاری نه بخیر که دیگه بخشی بوتون روزی پیش روی آمادش نه به مو خاطر یک مقدار بوتون واریک میریختک در پایی نزی زایه مشودک نگه این بایی دلیل بودک که اینی لبای دولی میکسر میدش دادک، اینی قسمت ها میدش دادک یار جوشکاری ناماده کار منو بخیر تا سر از روز شنبه یا یک شنبه بوتون ریزی جال پنجمی آغاز شنو بخیر. دوستای محترم، آمدیم در دهنه سیوم سمت شمال که کار سیخبندی در این دهنه ادامه داره. یک تعداد از کارگران مصروف بستکاری از طرف نزدیک دیوار استنادی سیومی سمت شمال رو به طرف کو دیگه تعداد از کارگران آهن فرش میده. در قسمت کاری سیخبندی جال پنجمی ده پیش میبره. آلموریم نزدیک سلیم که بچه اندازه امروز بستکاری جال بچه اندازه امروز در این دهنه پیش رفته. دوستای محترم، بستکاری جال پنجمی در دهنه سوم سمت شمال تا فعلا را ساعت یک نیم بعد از ظهر یک چهارم از این دهنه کاری بستکاریش تکمیل شده و هنایشی به طور کامل فرش شده و یک چهارم از این دهنه بستکاریش تکمیل شده، سه چهارمشی باقی مانده که کارگرا مصروف بستکاریه و کار را با شدت بسیار خوب ادامه میده پیش میبره. و همچنان دوستای عزیز، استاد علیزاده همراه کارگر خوب مصروف بستکدون قالبی طرف نمای دیواره، همین قالبی 20 سانتی بوتون ریزی جال در نمای دیوار در دهنه
دومی سمت شمال پیش میره. حال موریم از نزدیک نشان میدیم برایش. این دوستای محترم نموی دهنه دومی سمت شمال را امروز استاد زده قالبش را بستک ده آماده بیتون ریزیک ده بخیر و فعلا هم کار ده دهنه ادامه را بلندی قالب 30 سانتیه دیگه بلندی بوتون ریزیک هستش اندازه 20 سانتیه این قالب را به اندازه 10 سانتی از بوتون ریزی اضافه تر گرفته این دوستان شما در تصویر میبینید تا یه اندازه کاری قالب بندی نمای دهنه دوم شمال پیش رفته. دوستای محترم آمدیم در قسمت پیشروی دیوار بروشی به سمت شمال که آهنای عرضی جال را کامل فرش کرده و آهنای طولی باقی مانده. سیخ بندی دهی دهنه هم ادامه داره با سکاری روبروی دهنه سوم سمت شمال رسیده. سیخ بندی در روبروی دهنه سوم سمت شمال رسیده که کارگرها در این قسمت هم مصرفی پیش برده کار سخمندی جال پنجمیه. دوستای محترم آمدیم در قسمت پیش روی دیوار در طرف داخلی کاسه بند انگاف کاری را امروز استاد طاهر کارش را ادامه میده. یک دهنه در قسمت پیش روی یعنی 3 متر انگاف کاریش پیش رفته، دهنه دومش دیگه تا بال تکمیل نشده، در حال تکمیل شدنه. بخیر دهنه دومی کار انگاف کاری در حال تکمیل شدنه، در آخر دهنه رسته. این قسمت را ملاتایش رزیده، فقط تراشکاریش باقی مانده. دوستای محترم بینندگان عزیز، یکی از خیرین در ویدیوهای قبلی پرسیده بود که ارتفاع امزی پته های دهنی سر ریزه را برای از ما مشخص کن که چند متره. دوستا خدمتشون باید عرض کنیم که پته اولی یا پته پایینی، اینی پته که شما در تصویر میگیرین، ارتفاع از این پته کسا 6 متره، یعنی از قسمت بیرونی بند 6 متر دیوار بند بال رفته، بعد از او پته گذاشته شده و در روی از این پته کسا یک جالم در جال اولیه. پته دومی و سومی و چهارمی کسته هر کدامشی 4 متر ارتفاع داره و پته آخری فعلی کسته یعنی جال پنجمی یا پته پنجمی کسته در ارتفاع 5 متر گذاشته شده. یعنی اینه اگر رفتو شما با تصویر مشاهده کنین بینگرنین دوستا ای 5 متر از پالویزیم فامده میشه، 5 دنه پته در بغلش خورده، هر پتهش کسته 1 متره، 5 متر ای بال رفته، باز جال پنجمی کسته، یعنی پته
چهارمیگ است که فعلا جال 5 متر رویش قرار میگیره، 5 متر ارتفاع داره. از این ارتفاع به بعد کلان کسته در هر 5 متر ارتفاع یک جال میه، مثل امزی جالی که فعلا کارش جریان داره 20 سانتی بوتون ریزی میشه و جال سر تا سری میه. یک سر تا سری دیوار را با هم توسط از این جال به شکل یک لخت بسته منه بخیر. دوستای محترم، امروز هم خوشبختانه یک چلر سیمون در سر بند همبستگی سنگجوی لومان رسیده، لیکن موتر کامپرسی خود بند دان رای شافته دیگه، یک موتر کامپرسی را از بار شکم کده که سبکتر شنه تا که چلر باید خود محل خود بند باید سر کتل یا در گراج خالی نیره. یک موتر کامپرسی ازی بارش کم کده آورده این در سر بند برای پیش برد بتون ریزی که پیش روی داریم استفاده میشه بخیر. و دوستای محترم، نگفتنم نایی که این دومین تریلر یکی از کمک های برادران محترم احمدی، خانواده احمدی، سیمانش برای بند همبستگی سنگجوی لومان امسال رسیدک. تشکر و سپاس و قدردانی داریم از تمام خیرین، مخصوصا از خانواده محترم احمدی که کمک های بسیار خوب را برای بند همبستگی سنگجوی تا به حال را انجام داده. یعنی دوستای محترم، تریلر سیمون همده در قریه زنگاب پیشخانه مرحوم سید خادم که این تریلر سیمون را در داخل گراج مادر غلام حسن پایین مونه که مقدار از یک است 760 کیسه سیمون، یعنی 38 تن. در یه تریلر امروز در سر بند همبستگی رسیده. تشکر از خانواده محترم احمدی که کمک های بسیار خوب و شایانی را برای بند همبستگی سنگجوی لومان انجام دهند. کارگرها دوستایی را پایین مونه دیگه، تقریبا تریلر نصفشت. دوستای محترم، به قسمت دومی گزارش از مو از بند همبستگی سنگجوی لومان خوش آمدید. دوستای عزیز، علیم خدمت شم در مورد جانمایی بند همبستگی سنگجوی لومان معلومات میدیم و همچنان در مورد مقدار آبی که در داخل کاسه بند و در مسیر رودخانه سنگجوی لومان جریان داره. دوستای عزیز، 4 نقطه یا 4 جای در ابتدا در نظر بود که برای بند همبستگی سنگجوی لومان دو نقاط اعمار شده. یک از نقاط هایش اینی قسمت پایین تر از دیوار فعلی بند بود، بالاتر از اسی اولگک، اینی موقعیت بود که کاسه بسیار پراخ داشتک و به خاطر از اینکه در رد این قسمت وسیع بودک از نگاه بودجوی کم بود می بردیم، به او خاطر در این قسمت بند اعمار نشد و از این گزینه کسی منصرف شدیم. و دوستای محترم، اول بریم در موقعیت دومی. دومین موقعیتی که مو قرار بود بند را اعمار کنیم، این نقطه دومی بود، گزینه دومی بود که در این قسمت انجینر صاحب عباس علی سبا پیشنهاد کده بود که در قسمت یک بند خاکه بسازین با ارتفاع 35 متر. در این نقطه هم دوستا وسط دره زیاد بود، یعنی در 50 متر میرسید، از این بغل کو تا او بغل کو رو به 50 متر میرسید. به او خاطر از این قسمت هم منصرف شدیم و همچنان این نقطه مشکلات حقوقی هم مطرح بود، بعضی زمین های مردم زیر آب مشودک، به او خاطر هم در این قسمت در ابتدای کار حل کردن از این مشکل کار سخت بود چون پروژه مردمی بود و از یک نگاه دیگه که بسیار پر هزینه بود، به خاطر از این
گزینه منصرف شدیم. نقطه سومی دوستا یعنی موقعیت فعلی، موقعیت فعلی که فعلا بند همبستگی سنجیده این نقطه در این گزینه اعمار شده. یک موچه را این گزینه را انتخاب کردیم به این خاطر بود که در این نقطه دوستا در را بسیار تنگ بود، از نگاه بودجوی بسیار کم هزینه بود، به او خاطر این موقعیت را انتخاب کردیم تا بند این نقطه یا در این گزینه اعمار شده. و دوستای محترم ما میریم در گزینه بعدی، موقعیت بعدی که او عبارت از گزینه چهارم که بالاتر است دیوار فعلی بند موقعیت داره و تقریبا یک در حدود 50 الی 100 متر پایین تر از دیوار رسوبگیر فعلی بود که قسمت هم دوستا اگر ما بند می ساختیم به ارتفاع 40 متر خیلی زمین های فراوان مردم زیر آب می شود، مشکلات حقوقی بود، به او خاطر دیگه نتانستیم که در یک گزینه هم کسته بند را بسازیم. اینی نقطه بود دوستا که در این نقطه کاسه بند بسیار حجم زیاد داشتک، به خاطر مسائل حقوقی در یک گزینه هم بند امار نشد. و دوستای محترم در مورد مقدار آبی که در داخل کاسه بند وارد میشه خدمت شما عرض کنیم که طبق محاسبات و مطالعاتی که انجینر صاحب فروغ و انجینر صاحب عباس‌علی صبا انجام دیده، حد از غریش که 0.25 متر مکعب و حد از عمیش که 3 متر مکعب در هر ثانیه از مسیر رودخانه بند همبستگی سنجوی آب جریان داره، یعنی یک مقدار بسیار زیاده. دوستایی که گفته بود در گزارش قبلی آب نیه، بنان آب هست دوستا، در صورت که ما ارتفاع بند را به 40 متر هم برسنیم، یک ماه از بهار، یک سه ماه زمستان، یک ماه هم از خزان آب کسته اموتا به شکل بیتی و بدون استفاده پایین موره. بنان 5 ماه اگر آب رو بتونیم ذخیره کنیم حتما کاسه بند پر از آب میشه. دوستا آخرین نقطه آب ساده در ارتفاع 40 متر، در صورت که ما 40 متر ارتفاع داشته باشیم، اینده این نقطه دوستا او آخرین نقطه آب ساده قرار داره، اینده تقریبا این کجگردشی که هست آخرین نقطه آب ساده در این قسمت قرار داره. این تا اینجا به طول 2 کیلومتر آب استاد میشه در مسیر رودخانه سنگجوی در داخل کاسه بند. دوستای عزیز در ارتفاع 37 متری 1900 متر آب در داخل کاسه بند از نگاه طولی ذخیره میشه، در ارتفاع 40 متری 2 کیلومتر آب در داخل کاسه بند ذخیره میشه. طول آب استادش و مقدارش هم که در ویدیوی قبلی خدمت شما عرض کردیم که 2,400,000 متر مکعب آب. بینن دوستانی که معلومات کمتر راجع به مقدار آب و همچنان گزینه هایی که ما میتونستیم بند بسازیم و با چه دلیل این موقعیت را انتخاب کردیم معلومات نداشتند، امیدواریم که این معلومات برای شما عزیزان مفید واقع شده باشه. و دوستای عزیز امیدواریم که سوالات شما عزیزان حل شده شه. بازم اگر سوالاتی باشه ما در خدمت هستیم. جور و سلامت باشین. دوستای محترم به قسمت سوم گزارش از ما خوش آمدین. ساعت 4:45 دقیقه بعد از ظهر 15 دقیقه در تعطیلی کار مانده. قسمت سیوم گزارش خیره میگریم دوستا. هم دیم در دهنه سیوم سمت شمال بستکاری جال پنجمی در دهنه سیوم سمت شمال دوستا دو سیوم از این دهنه کارش پیش رفته، یک سیومشی باقی منده و کار در این نقطه جریان داره. دیگه فردا بخیر اگر کار تعطیل نکنه این دهنه کار سیخبندیش تکمیل میشه.
دوستای محترم، همدم در قسمت پیشروی دیوار برشی کاری بستکاری سیخی آلمترای جال پنجمی دهی دهنم ادامت را تقریبا 212 متر سیخ بندی بستکاری زی باقی منده دیگه متباقی زی دهنه کار سیخ بندیش تکمیل شده بخیر. دوستای محترم، آمدیم در قسمت پیشروی دیوار در طرف داخل کاسه بند که کار انگاف کاری دهنه در این قسمت ادامه داره. در پیش روی دیوار 3 دهنه یعنی 9 متر انگاف کاری امروز پیش رفته، 3 دهنه تکمیل شده دیگه، یعنی آخرین قسمت از این دهنه 3 کار انگاف کاریش تکمیل شده بخیر. دوستای محترم، قالب لبه دیوارم دهنه دوم سمت شمال قالب تکمیل بسته شده، تقریبا نصف دهنه سوم سمت شمالم قالب بسته شده و کار قالب بندی ادامه داره. دوستای محترم، بینندگان عزیز، ساعت 5 بعد از ظهر شد دیگه، کارم تعطیل شد بخیر. این بود گزارش امروزی ازمو از جریان و پیشرفتی کاربند همبستگی سنگجوی لومان و معلومات اضافی راجع به آب ساده و همچنان مقداری عظیمی و اسخری آبی که از رودخانه سنگجوی جریان درک تقدیم شما عزیزان شد. تا گزارش بعدی شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدار.